در این قسمت از تهرانجلس به یک نمایشگاه ماشین میریم. سری به رستوران عطاری میزنیم. به گزارشی از فستیوال فیلم نور توجه میکنیم و قسمتی از پشت صحنه موزیک ویدیوی مهرنوش رو میبینیم. با رفتن به صفحه فیسبوک ما به بخش مورد علاقه تان رای بدید تا ما بتوانیم برنامه هایی را تهیه کنیم که شما بیشتر میپسندید. تهرانجلس، شهر ستارگان، شهر شهرت و خاطره، شهر نوستالژی و شهر ایرانیان. اینجا تهرانجلسه، شهری پر از فرصت‌های تازه برای موفقیت‌های نوین. شهر ساحلی که علی‌رغم همه شادی‌ها و زیبایی‌هایش باید مواظب باشی تو شلوغی و روزمرگیش غرق نشی. بچه ها می الان ما کجاییم؟ الان که فعلا وسط خیابونیم و می وسط خیابون کجا؟ پایین شهر تهرانجلس که الان داریم میریم تو لاس انجلس آتو شو که دور برامون بهترین، جذابترین، باحالترین ماشین های دنیا پیدا میشه. خب که بتونیم بریم نگاه کنیم، امتحان کنیم، باش بر بریم یک جورایی. وقتی که این برنامه ها تشکیل داده میشه همه جوان ها دور برامون دوست دارم بیان این برنامه ها به خاطر اینکه ماشین های جدید، ماشین های قدیم، ماشین های آینده، ماشین های هر نوع ماشین، ماشین های خیالی اینجا پیدا میشه. ما الان میریم تو، خب شما هم دنبال من بیان ببینیم چه کارا میتونیم بکنیم. ما اومدیم تو نمایشگاه که دورورمون هرچی ماشین باحال تو دنیا دورورمون هستش که ما میتونیم بریم نگاه کنیم، دست بزنیم، امتحان کنیم، توش بشینیم، دربارش یاد بگیریم. ماشینی که من میخوام دربارش امروز یاد بگیرم همین ماشین پشتمه که ماستنگ جی تی، شلبی جی تی 350 است که از همه ماشینی که اینجا هستش ممکنه تندتر باشه و قیمتش مناسب ترینه. ماشین جدید فورد. My name's Carol Shelby, and performance is my business. ماشین شلبی ماستنگ از اینجا شروع میشه ها. سال 1964 یک مهندس به نام کارل شلبی میرفت ماستنگ میگیره و ماستنگا رو خودش یک عوض میکرد. مثلا بیشتر ماستنگ های ماشین بودا ماشین بود و یک جورایی بهتر میکرد، کرسی تر میکرد، تندترش میکرد، بیشتر بهش قدرت میداد از این چیزا که دیگه ماشینی حتی از اون چیزی که اولش بود بهتر باشه. بعدش در سالهای چندین سال قبل خود ماستنگ رفت این حق امتیاز شلبی رو خرید که خودش بتونه ماشینای شلبی جی تی درست کنه از ماستنگ. ماستنگ، این ماستنگی که پشتم الان میبینی، این ماشین شلبی ماستنگ اصیل در سال 1965. خب هنوز اینطوری تر تمیز نگرش داشتن از اون موقع تا الان. همه اینجا پیداش میشه. خب ما اینجا امروز در کنار
Lindsay Heinemann هستیم که مهندس موتوره. لینزی جون چطوری؟ I'm doing well, thank you. لینزی بس ما تعریف کن که چی کار میکنی اینجا. مثلا درباره این موتور به ما یه چیزایی بگو. من خوبم مرسی. این موتور 5 لیتریه، به موتور کایوت شناخته شده که در مستنگ گذاشته شده. بسیار قدرت داره، دو دنده ایه که به طور اساسی زمان دوام سوپاپا رو بیشتر میکنه. نسبت کمپرس کردن اون به حدی بالاست که قدرت زیادی به موتور میده. لینزی جون درباره والو انجن و سرعت به ما بگو، مثلا چقدر تون میره؟ Oh, the car can go very fast. این ماشین خیلی سریع میتونه حرکت کنه. تو جاده که میره بین 150 تا 200 مایل در ساعت میره. Between 150 right below 200 miles an hour, so go real quick. یه کسی که میخواد مهندس موتور بشه بعد چه کار کنه؟ مدرسه کجا میره؟ So I went to school to become a mechanical engineer. من مدرسه که میرفتم مهندس مکانیک خوندم. بعد مدرکم رو در علوم و سوخت و ساز گرفتم. من حتی درس سوخت و احتراق شعله هم خوندم و در لابراتوار هم کار کردم. The way flames burn and I worked in a laboratory. من زیر ماشین گیر کردم بچه‌ها. وقتی که میگم مرسدس، خب ایرانی‌ها عاشق مرسدس هستن، مقام داره. ولی وقتی که میگم مایباخ، یعنی مایباخ مقام بیشتری داره. با هم دیگه جفت کنی میشه مرسدس مایباخ که پشتمه الان. این ماشینی که نگاه میکنی، خب فکر کن 10 سال پیش مرسدس مایباخ رو تنها داده بود بیرون واسه $500,000. دید که نشد، نگرفت کارش. باز 10 سال بعد الان مایباخ رو میدن بیرون زیر اسم مرسدس برای $200,000، یعنی ارزون تر شده نسبتاً. ولی از این ماشین هاست که نگاه میکنی میدونی فقط پول دارا میشینن پشت این ماشین. کسی مثل من قد بلند راحت این پشت میشینم بخاطر اینکه 20 سانتیمتر بهش اضافه کردن ماشینو. خب واسه قد بلند هاست، بخاطر همینه که بسکتبالیست ها میرن از این ماشین ها میخرن. پشتش دیگه چی چیزایی داره؟ چرمه. ببین این چرم بهترین چرم رو استفاده کردن. نمیدونم اینجاش میز داره، میز میاد بیرون برای غذا خوردن. خب برای غذا خوردن و نمیدونم کار کردن، وقتی که کار داری میخوای کامپیوتر بذاری، لپتاپ بذاری روش کار کنی. اینجا یخچال داره این پشت، یه جوریه که واقعا ماشین بسیار فقط کلاس داره. یخچال داره، جا شامپین داره، فقط شامپین، یعنی لیوانهای نقره‌ای میذارن اینجا. وقتی که آب میذاری یا لیوانتو میذاری خنک نگه میداره با ستون. تلویزیون، خب پشتش تلویزیون داره. درو وقتی که میبندی، این درو میبینی اینجاش، درو وقتی که میبندی پنجره هم بالاست، اصلا صدا از بیرون نمیاد تو. خب تنها این ماشینه که تو دنیا وقتی که درها رو میبندی اصلا صدا تو نمیاد به هیچ عنوان. اینجاهاش هم جلوش چرمه. نمیدونم وقتی که رادیو رو با اصلا دست نمیزنی، اینجا همش با صحبت روشن و خاموش میکنی. خلاصه همه این ماشینا که امروز دیدیم و دیده شده اینه که اولا دوستان عزیز، شما خونه هستین، قانونی رانندگی کنین، یواش رانندگی کنین، کمربنداتون رو ببندین، مواظب باشین، مراقب خودتون باشین، بخاطر اینکه تصادف به خصوص تو ایران خیلی زیاده. ولی دومی اینه که ماشینای باحال خیلی ما داریم تو این دنیا و امیدوارم یک روز من پولدار بشم که بتونم از این ماشینا بخرم، بخاطر اینکه واقعا این ماشینا به خصوص ماشینای کرسی و من لازم دارم تو زندگیم. تا هفته دیگه. این هفته همه ماشینای بنزینی دیدیم و این هفته دیگه فکر میکنم میریم سراغ ماشینای هیدروژن و ماشینای برقی. پس با ما باشین تا هفته دیگه. از این تهران تا اون تهران خداحافظی میکنم.
هستیم وسط تهرانجلس، رستوران پاتوق عطاری، رستورانی که پاتوق تمام ایرانیای تهرانجلسی هستش. این رستوران با بیش از 30 سال سابقه که داره تمام غذاهای اصیل ایرانی رو با خوشمزه ترین و محلی ترین مزه هایی که شما حتی فکرش هم شاید نکنید میتونید تو این خیابون، تو این محله و تو این رستوران میل کنید. این رستوران یه خورده سبکش با تمام رستورانای دیگه فرق میکنه. از یه فضای خیلی خوشگل، یه حوض، آلاچیقای قشنگ، صندلی قشنگ چه داخل چه بیرون استفاده کرده و همه اینجا رو خیلی دوست دارن. غذاهاش خیلی خوشمزه است، از کوکو سبزی، شله زرد، کتلت، مغز، زبون، آبگوش و هر غذایی که فکرشو بکنید اینجا هست. ولی مهم اینه که با مزه و طعم ایرانی خودمون باشه. با ما باشید با برنامه تهران جلس از صدای آمریکا. داستان این رستوران برمیگرده به 30 خورده سال پیش که توی ایران یه سری رستوران و کافه های موجود بود به سمت پاریس، کافه رستوران های پاریس که دور رودخونه سین توی کلیسای نورستام اونجا مد شده بود. رستوران های به این سبک، یه حیات خلوت کوچیک داشت، یه حوض خوشگلی داشت و همه میتونستن هم از فضای بیرونی استفاده کنن هم فضای داخلی. اینجا هم بر همون سبک رستوران عطاری اومده توی لس آنجلس، همون 30 خورده سال پیش این رستوران رو باز کرده و تا همین الان به همون سبک ادامه داده. این رستوران یه زمانی با آش فقط شروع کرد، آشای خیلی معروفی داشت، آروم آروم کارش رو گسترده کرد، غذاهاش و منیوها رو از مغز، زبون، آبگوش، حلیم، کله پاچه، سوپ و همه غذاهایی که فکرشو میکنید توی ایران توی رستوران‌های مورد علاقه‌مون پیدا بشه اینجا الان هستش. قیافه غذا که معلومه خیلی خوشمزه است، مثلا برای من که خیلی گشنم الان میتونم دو سه قرص از این غذا بخورم. میخوام شروع کنم این غذاهای خوشمزه رو. امیدوارم که شما هم بتونید بیاین لس آنجلس، حتما به این رستوران سر بزنید. من که هر هفته میشه گفت تقریبا یه بار حتما اینجا میام و طعم خوش این غذاها همیشه دیر زبون هست. مرسی که با ما بودید با برنامه تهرانجلس از صدای آمریکا. امسال هفتمین سالگرد جشنواره فیلم نوری که تو لس آنجلس برگزار میشه. امروز اومدیم به سکیر با کالچر سنتر تا از مراسم فرش قرمز، جوایز و هنرمندانی که اینجا هستن مصاحبه کوتاهی براتون داشته باشیم. خدمت آقای سیامک قهرمانی هستیم، بنیانگذار و مؤسس جشنواره فیلم نور. هدف جشنواره فیلم نور این هستش که بتونه از طریق فیلم جامعه ایرانی و غیر ایرانی رو با هم دیگه نزدیک‌تر بکنه. سیامک قهرمانی زحمت زیادی کشته که اینجا رو به سال هفتم که رسونده. میدونید این فستیوال خیلی مهمه برای ما، چون که سینمای ایران همیشه خیلی قوی بوده و ما یه هیستوری خیلی قوی داریم تو سینما و چرا که نه که یه جایی داشته باشیم. میدونی فستیوالای مثل کان فیلم فستیوال، مثل تورنتو، اینا از همین جاها شروع شد. چرا که نه ما یه فستیوالی داشته باشیم که بتونن بچه‌های تازه، فیلم میکرهای تازه کارشون رو ارائه بدن.
من پسر عموم از ایران 19 سالش بود و 19 سالگی بهش گفتن که سرطان داره و یه هفته بعد زنگ زدن گفتن که این دیاگنوستیکی که به شما دادیم درست نیست، یعنی اسما عوض شده بود. Sit anywhere you'd like. Suppose I had the answer. Would it make a difference? Because it does make a difference, knowing the answers. You mean it makes it easier? Easier. Not when you're the last one left. نظرتون راجع به جشنواره امشب چی بود؟ این یک پنجره‌ایه که از طریق این پنجره ما میتونیم کالچر خودمون و فرهنگ خودمون و هنرمندای خودمون رو به جامعه آمریکایی بشناسیم. خانم غفاری، میشه لطف کنید به ما بگین که تو چه فیلمایی بازی کردید و الان مشغول چه کاری هستید؟ بیشتر وقت تو کار وایس اوور هستم. توی فیلم هم به نام لوف سیک فول با لیسا کودرو که از فرندز، فرد ویلر، جنین گارافالو با من، با این فیلم کمیکی از یه مردیه که هیز لوکینگ فور لوف با قول آمریکایی. خیلی هم عالی. نظرتون راجع به این جشنواره چیه که اومدین؟ من خیلی خوشحالم چون من خبرنگارم هستم. از اولین نور فیلم فستیوال تا حالا خبرنگاری کردم. با یکی از اولین ایرانیایی که اصلا مصاحبه کردم شانتو بود. سو خیلی افتخار دارم براش، با خیلی خوشحالم براش، با خیلی خوشحالم که ایرانیا به قول آمریکایی‌ها یه پلتفرمی دارن که هنرشون رو نشون بدن. مرسی، ممنونم که وقتتون در اختیار ما گذاشتین. بهترین قسمت برنامه امشب این بود که من روی صحنه بودم و صحبت می‌کردم و مستر آف سرمونی بودم طبیعتاً. شما منو می‌خواستین بگین ولی یادتون رفت. تو آن شانی که فامیل تو توپ است و نامت در هالیوود نام خوب است. فستیوال نور امسال سال هفتمش بود. هر سال بیشتر جا افتاده، بیشتر موفق شده. خوشحالیم که فیلمسازهای ایرانی، بازیگران ایرانی از سراسر جهان میتونن فیلم اینجا بفرستن. امسال از ایران حتی فیلم داشتیم. کشتیگی یا باید جسور باشه یا باید باهوش باشه. کشتیگیری که باهوش همیشه ترسو داره، چون که این شرط عقله. اما کشتیگیری که جسور دیوونه. امشب برنامه خیلی خوبی برامون اجرا کردید. نظرتون راجع به برنامه کلن چی بود امشب؟ واقعا عالیه که ما ایرانی ها میتونیم یه فستیوال اینطوری داشته باشیم که کارای ایرانی ها رو نشون بده. من که بچه بودم خیلی کم ایرانی توی تلویزیون و فیلم و اینا بود، برای همینی که خودمونو توی بیگ سکرین میبینیم خیلی چیز خوبیه. برای همین خیلی خوشحال بودم که میتونستم منم یه قسمتی از این امشب باشم. خب چی شد؟ چرا من اینجا تنها وایسادم؟ آره جان، کادوها رو گرفتیم، جایزه ها رو دادین، همه کارا تموم شد، فیلم ها رو هم نگاه کردیم. الان دیگه موقعی که بریم خونمون دیگه. خب یه 5 دقیقه دیگه. مرسی، بریم خونه. ممنونم. تهرانجلس میبینید در شبکه وی او ای. خارج از شهر لس آنجلس، اینجا رو بهش میگن شهر ارواح. قبلا یه موقعی معدن طلا بوده، حالا دیگه طلا نیست و شده یه لوکیشنی برای فیلم برداری. اومدیم پشت صحنه ویدیو مهرنوش رو بگیریم. میخوام بهتون نشون بدم که یه ویدیو 3-4 دقیقه‌ای که شما میبینید چقدر زحمت و دردسر داره، چند نفر آدم براش زحمت میکشن، چند نفر آدم تلاش میکنن که یه ویدیو رو شما بتونید در نهایت تماشا کنید. شهری هستی؟ شهر سان آنتونیا هست. سان آنتونیا. چی بیشتر از همه برات سخت بود وقتی اومدی اینجا؟ من ایران خیلی دوست دارم. دوری دلتنگینا رو نه، اونا که هممون خب ماهایی که آره، نه اصلا شده. به آدماش کنم، به اینکه خانواده‌ام اونجا هستن، دوستام، اصلا آدما رو میذارم کنم. من واقعا دلم برای خیابونا، برای اون فضا، برای اون فضا دلم تنگ میشه. دوست دارم تو اون فضا باشم. مثلا یه وقته اینجا ایست خوب میبینم، میگم کاش اینا رو برمی‌داشتم می‌بردم ایران.
تو اون فضا بودم و اینا رو تجربه میکردم. یا یه چیزای خوبی تو ایران وجود داره، میگم کاش اون چیزا رو اینجا داشتم. خب ایرانو خیلی بیشتر دوست دارم. اینجا اومدی تصمیم گرفتی خواننده بشی یا ایران بودی؟ علاقه رو که داشتم، کار که میکردم، ولی اینجا که اومدم اولش تصمیم نداشتم. بعد گفتم یه ذره که یه سال و نیم که گذشت از موندنم، دیدم خب چه فرصت خوبیه، بذار من امتحان کنم ببینم که میتونم حرفه‌ای کار بکنم. اصلا مردم دوست دارن، خوششون میاد از صدای من یا از احساسی که توی کار دارم. بعد گفتم میرم امتحان میکنم که شروع کردم. چرا نیومدی سراغ آدمایی که موزیسینایی که تو لس آنجلس کار میکردن؟ چرا رفتی سراغ ایرانی‌ها؟ حقیقتش اون اول خب شعر برام خیلی مهم بود. اون دوست شاعری رو که پیدا کردم، آقای رسول‌زاده، شعرش رو خیلی دوست داشتم. فاز فکریشو دوست داشتم. پیداش کردم خب ایشون ایران بود. اگر هر جای دیگه کره زمین بود، به هر حال من ایشونو اونجا پیدا می‌کردم. خب ایشون ایران بود و واقعا چرا دیگه باش کار نکردید؟ دیگه پیش نیومد حقیقتش. یه کمی بینمون سوء تفاهم پیش اومد که تلاشم کردیم، شاید هر دو مون، شاید یکیمون بیشتر، که سوء تفاهمو برطرف بکنیم، ولی موفق نشدیم. چی عامل موفقیت این آلبوم بود؟ یه عامل واقعا وجود نداشت. هممون هر سه نفر که موزیک رو درست کردیم و حتی سیروس کردونی که کار ویدیوها رو، تمام ویدیوهای اون آلبوم زحمت کشیده بود، فکر می‌کنم یه بچه مشترک داشت، یه بچه مشترک بین هممون هست که ما اون بچه مشترک هممون رو به هم نزدیک کرد و کمک کرد به موفقیت. نمیدونه که من دو ساعت، سه ساعت، یه ساعت دیگه فکر کنم یه ساعت دیگه حاضریم. مدلامون پشت دارن آماده میشن، آرتیستمون داره آماده میشه. مدل نیستم، میوزیشن هستن. بله، اینجا هم اتاقی هستش که قراره شوت بشه، اینجا فیلم برداری بشه. یکی از محلهایی که قراره فیلم برداری بشه. الان هم که میبینید همه چی ست شده اینجا. انجام ششمین ویدیو با مهرنوش بخونم میگیرم، ولی یه سه سال با هم کار نکردیم. برای یه کسی که تازه کار شروع میکنه مشکلات صد برابر کسی که هست که 10 ساله، 20 ساله یا 30 ساله داره کار میکنه. یه قسمتش هم برمیگرده، ما هنوز مشکلات جنسیتی داریم، خانم بودن با آقا بودن مشکلاتش فرق میکنه. بعد اون موقع که من شروع به کار کردم، خب یه برنامه هایی داشتم، بعد یه سری مشکلات پیش اومد، آدم ها تعهداتشون عمل نکردن، خب یه سری قولا به من داده شد که اتفاق نیفتاد، تو برنامه ریزی های من تاثیر گذاشت. خب بعدش هم که خب سیروس میخواست بره فیلمش رو بسازه، گفت خیلی شروع شدم، گفت اصلا دیگه نمیخوام، کم حالش خوب نبود، گفت اصلا نمیخوام دیگه موزیک ویدیو کار کنم. من همون زمان که آلبوم دوممو ضبط کردم، بلافاصله که برگشتم، متاسفانه پسرم آبل مرغون گرفت، منم آبل مرغون گرفتم، خیلی خیلی وحشتناک و بد که اصلا امید نداشتم خوب بشه. یعنی وقتی خودم رو نگاه میکردم گفتم که خب این یعنی به این معنیه که من دیگه هرگز نمیتونم تصویری از خودم منتشر بکنم، چون خیلی وحشتناک بود. استرس نمیگیری شب فیلم برداری؟ استرس اینو همیشه دارم که یه چیزی یادم بره ببرم. دیدی خیلی استرس دارم. همیشه فکر میکنم که حتی موقعی که دارم میرم کار شروع کنم، همیشه میگم من یه چیزی یادم رفته که خیلی هم مهمه، الان میرسم اونجا یادم میاد که اینو یادم رفته، خیلی هم مهمه. این استرس همیشه دارم. من از حس چشاش نفس میگیرم، نمیشه که خیلی هم میگن که آی نه من بخوام کار هنری بکنم به بچم مثلا نمیتونم به بچم برسم. ما همیشه باید بگذاریم از یه سری چیزا، یه سری چیزا که دوست داریم برسیم به خانوادم. فکر میکنی برای تو تاثیر داره؟ نمیگم نبوده، آره. به هر حال من بعد از اینکه خب بچه داشتم، یه سری کنسرت رفتم و فوق العاده بهم سخت گذشت، تو هواپیما با بچه کوچیک، با تو فرودگاه ها، با وسایلی که داشتم. یعنی فکر نمی‌کردم، چون تا حالا بچه‌ای نداشتم اولین تجربه، فکر نمی‌کردم اینقدر سخت باشه، ولی خیلی سخت بود. این کنسرتایی که رفتی تا حالا قبلش اجرا داشتی یا مثلا بزرگ یا فکر کوچیک حتی؟ نه، اولین تجربه بود. مثلا کابارو اینا نه، مثلا اجرا نداشتم. کنسرت‌ها اولین تجربه.
از خودت هم درست میکنی؟ از باختت خوبه؟ چی خوب درست میکنی؟ اینا رو از من میپرسی؟ از اونا که خوردم باید بپرسی؟ خودم میدونم چی خوب درست میکنم. همه چی؟ من خیلی چیزا رو یعنی خیلی دقیق غذای باید این همونی باشه که باید باشه. مثلا از اینا که میگن توی قرمه سبزی اونم میریزیم اینم میریزیم، مثلا قرمه سبزی غذاییه که مشخصه چیه، موادش چیه، چیز اضافه تر دوست ندارم توش باشه. تو اومدی به عنوان یه زن شوهردار خواننده شدی، بعد مثلا خانواده شوهرت و اینا مثلا نیومدن بگن مثلا آه زن فلانی رفته آمریکا باش رسیده مثلا خواننده شده اینا، همچین داستانه مواجه نشدی؟ خانواده همسرم؟ نه، چیز خاصی نگفتن، خوشحال شدم، استقبال کردم همه خانواده شوهرم همه، ولی خانواده یعنی فامیل هستم خودم همه نه. دارم کم میشم از فکر کسی که سکوت کرده کنارم ایستاده، کسی که فرصت تنهاییش به با من بودنش ترجیح داده. دارم کم میشم از فکر کسی که منو به درد عشقش مبتلا کرد، کسی که چشمشو نمایشگاه. گزارشی از یک سری ماشین دیدیم، سری به رستوران عطاری زدیم، گزارشی از فستیوال فیلم نور داشتیم و با مهرنوش در پشت صحنه‌هایش بیشتر آشنا شدیم. کدام قسمت از این برنامه‌ها برایتان جالب تر بود؟ به صفحه فیسبوک ما facebook.com/tehrangelsTV برید و به بخش مورد علاقه‌تان رأی بدید.